فیلم جدید اعترافات توماج صالحی منتشر شد. درسته که خیلی ها در فضای مجازی نوشتن این فیلم رو منتشر نکنید، ولی ما کل فیلم رو نمیذاریم، ولی تیکایی از اون رو داخل این ویدیو برای شما قرار میدیم و اول فیلم رو نگاه کنید و بعد از اون میایم سراغ ادامه ویدیو. دیده اینو من نوشتم، اینو من نوشتم، هست متنش. موسیقی میتونه مولد خشونت باشه. قبل از این که بخوایم فیلم رو برای شما بذاریم و این فیلم نباید پخش، خواهش میکنم جایی پخشش نکنید، افراسیاب رپر و یکی از دوستان توماج گفت اعتراف اجباری رو پخش نکنید، مرگ اصلی ناامیدیه. بچه ها سلام، خیلی مخلصم. من یه بار توییت زدم، گفتم الانم اینجا بگم راجب اعترافای اجباری. ببین وقتی یکی از ما دستگیر میشه باید احتمال اینو بدیم که ازش اعتراف اجباری پخش بشه. چرا؟ مشخص، چون چندین روز و یا چندین ماه تحت شکنجه جسمی و روحی بوده و چیز خیلی عادیه. ممکنه من و یا هر کس دیگه ای فردا دستگیرش کنن و ازش اعتراف اجباری پخش کنن. اعتراف اجباری، گفتم این چیزا واسه ترسوندن من و تو، واسه اینه که بیرون نیاییم، واسه اینه که اعتصاب نکنیم و و و به قول توماج مرگ اصلی ناامیدیه، باید حواسمون باشه. ویدیوی از اعتراف اجباری توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در رسانه های ایران منتشر شد. خبرگزاری تصنیم ویدیویی از توماج صالحی منتشر کرده که در آن وی به خاطر خشونت هایی که تولید کرده به قول اونا از جامعه عذرخواهی کرده و اظهار داشت کاش میتونستم اقداماتی رو که داشتم برعکس کنم. این ویدیوی چند دقیقه‌ای به سبک همون موزیک ویدیویی که قبلا توماج ساخته بود. در همه جای دنیا خواندن اعتراضی یک چیز طبیعیه، ولی داخل ایران همه چیز برعکسه و متاسفانه توماج در بازداشته. امیدوارم توماج زودتر آزاد بشه. البته چیزهایی که در این ویدیو گفته میشه هیچ کدام از سمت ما نیست و چیزی رو تایید نمی کنیم و هیچ جبهه‌گیری سیاسی در تمامی ویدیوها نداریم. امیدوارم که درک کنید. این اشتباه از من بوده، معذرت میخوام بابتش از خود شما و از جامعه، به خاطر اینکه خشونتی رو تولید کردم. کاش که میتونستم الان، فقط میتونم معذرت بخوام، کاش که میتونستم برعکسش رو تولید کنم. ماجرای توماج به همین جا ختم نمیشه. قبلا چند وقت پیش توسط همین افرادی که دستگیر شده بود یک اعتراف اجباری ازش پخش شد که اون ویدیو هم حسابی وایرال شد و در یک گوشه اون رو گیر آورده بودن و یه سری صحبت ها میکرد و البته یه عده گفتن اون اصلا توماج نیست، ولی این ویدیوی دوم قطعا توماجه. صحبت های از توماج صالحی شد که به حکم محاربه و فساد و فلعرض به احتمال بالا متاسفانه حکم اعدام براش میبارن. البته این اتفاق هم به خاطر ویدیوهایی که خود توماج منتشر کرد. ویدیویی که منتشر کرد و گفت اینم قولی که بهتون داده بودم بالای پل هوایی، که کلیپشو اگه پیدا کردم واسه شما میذارم، که یک پلاکارد رو نصب میکنه و جدایی از اون اتفاق توی تظاهرات هم شرکت میکنه. توماج صالحی خواننده رپ در خیابان رجزخوانی کرده بود. الان سوراخ موش ارزونه. در فضای مجازی کری خوانده بود. بیچارتون میکنه. دلتون نمیکنیم که این فیلم ها رو بازی نکنید برای ما. و برای نیروهای امنیتی خط و نشان کشیده بود. نمیتونید ما رو دستگیر کنید. فرار کنید. اینو دوستانه نمیگم. فرار کنید. ولی خب به هر حال این اتفاقات و کارهایی که توماج کرده دلیلی نیست که بشه اون رو متاسفانه اعدام کرد. خبرگزاری تسنیم در ادامه اون ویدیویی که فرستاده در انتهای پیامی در سایتش نوشته وی از خوانندگان زیرزمینی رپ و ساکن شاهینشهر بوده که مضامین بسیاری از کارهای او رو اهانت و خشونت تشکیل میداده، چیزی که خبرگزاری تسنیم گفته. بعد نوشته او شهریور ماه سال گذشته نیز برای مدتی در بازداشت به سر میبرد.
توماج صالحی در اتفاقات اخیر در صفحه توییتر خود به تبلیغ خشونت و درگیری با نیروهای مسلح و ساخت فلان چیزها که من توی این ویدیو نمیتونم اسمشون رو بیارم میپرداخت و اخبار فلان منتشر میکرد، چیزی که خبرگزاری تاثیر نمیشه. بازم تاکید میکنم که از خودم نیست اینها، و نوشته که او همچنین با انتشار فراخوان‌های مختلف برای شهرهای کشور در تبلیغ اختشاشات نقش داشت و چیزهایی که در رابطه با توماج در این سایت نوشته واقعا عجیب غریب هستن. صدا سیما در این رابطه یک گزارشی تهیه کرده که با همدیگه میبینیمش، ولی در این گزارش میگه که آقای توماج صالحی در مرزهای غربی کشور دستگیر شده، در حالی که پیجی که حالا اون ادارش میکردن، یعنی ادمینش، یعنی پیج آقای توماج صالحی رو ادمین اداره میکرد، اونجا گفته بودن که نه توی مرز دستگیر نشده. ولی این گزارش رو گوش بدید و هیچ جبهه‌گیری سیاسی هم نداریم و فقط میخوام گزارش رو بزنیم چیا گفتن و بعد میایم سراغ ادامه اخبار. امیدوارم یه جورایی منظور نگیرید و ناراحت نشید، بریم با هم دیگه ببینیم و بیایم. توماج صالحی خواننده رپ در خیابان رجزخوانی کرده بود. الان سوراخ‌موش ارزونه. در فضای مجازی کوری خوانده بود. بیچاره‌تون می‌کنه. دلتون نمی‌کنیم که این فیلم‌ها رو بازی نکنید برام. و برای نیروهای امنیتی خط و نشان کشیده بود. نمی‌تونید ما رو دستگیر کنید. فرار کنید. اینو دوستانه نمی‌گم. فرار کنید. اینو دوستانه نمی‌گم. اما در حال فرار از مرزهای غربی کشور بود که دستگیر شد. بلافاصله توییتر صفحه او را مسدود کرد تا ارتباط او با لیدرهای خارج از کشور شناسایی نشود، اما اینجا در تلفن او خطه کاملا عیان بود. تمرکز روی حمله باشه، لوکیشن نمیدی توی فراخوان. از این دست چهره ها که به واسطه شهرت دنبال کننده های بسیاری دارند، اما هدایت خود و صفحهشان را به افراد دیگر می سپارند. اینم صحبت هایی که در قبال این آقا، یعنی توماج صالحی، صدا سیما گزارش رفته و این گزارش رو تهیه کرده و یک سری صحبت ها به توماج میکنه و در نهایت هم به تمسخر توماج میپردازن که مثلا میگن نگاه کن الان رجزخوانی میکرده و الان هم دستگیر شده. این بود از صحبت ها، بریم سراغ ادامه اخبار. خیلی از هنرمندان در فضای مجازی و اینترنت و اینستاگرام برای توماج استوری گذاشتن، ولی همه تاکید کردن که ویدیوی اعتراف اجباری توماج صالحی رو پخش نکنیم. البته خبرگزاری تسنیم و بقیه خبرگزاری ها این اعتراف رو اجباری تلقی نکردن و اجرای اظهار پشیمونی توماج صالحی بوده، یعنی عنوانی که برای ویدیوها قرار دادن. در آخر هم خیلی از رسانه ها نوشتن که جان توماج صالحی در خطره و بعضی از رسانه ها این عنوان رو برای اخبار خودشون انتخاب کردن: اعتراف اجباری توماج صالحی قبل از اعدام. و خیلی ها نوشتن متاسفانه باید منتظر اعدام توماج باشیم، ولی امیدوارم اینطور نشه و این اتفاق براش نیفته و توماج سلامت باشه. خیلی بخشید که این ویدیو طولانی شد، خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و هر چقدر هر کلمه که برای توماج دوست دارید داخل کامنت ها برای این پسر بنویسید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار، امیدوارم که این کانال رو دنبال کنید، زنگوله رو فعال کنید حتما. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.